پلیس ترکیه روز یکشنبه به مراکز رسانه‌های آن کشور هجوم برد و دست کم 24 تن از هواداران متحد پیشین، اما رقیب فعلی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری آن کشور را بازداشت کرد. حمله به دفتر روزنامه زمان و تلویزیون سامانیولو در روز گذشته نشان از تشدید تنش رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با فتح الله گلن دارد. تنش بین اردوغان و گلن از آغاز تحقیقات در رابطه با فساد مالی در میان نزدیکان آقای اردوغان در رسانه ها علنی شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در اولین اظهارات رسمی خود درباره حمله به رسانه‌ها گفت به دشمنان ترکیه اجازه داده نخواهد شد به رابطه کثیف با آنها ادامه دهند که می‌خواهند ترکیه را به گذشته برگردانند. ما در روند عادی سازی ترکیه هستیم. در این روند بذر ترکیه جدید کاشته می شود. آنهایی که مشغول فعالیت های کثیف و روابط کثیف برای بازگرداندن ترکیه به گذشته هستند با عکس العمل های ضروری دولت روبرو می شوند و روبرو خواهند شد. آقای اردوغان در واکنش به انتقاد اتحادیه اروپا از حمله روز گذشته دولت ترکیه به رسانه ها گفت اتحادیه اروپا نباید در امور داخلی ترکیه دخالت کند. اتحادیه اروپا نباید به دنبال دخالت در امور داخلی ترکیه باشد که نیروهای امنیتیش در چارچوب قانون علیه عناصری که امنیت ملی این کشور را تهدید می کنند اقدام کرده است. احمد داوداغلو نخست وزیر ترکیه نیز در توجیه این اقدام گفته است توطئه‌گران باید بهای خیانت به ترکیه را بپردازند. بازداشت شدگان روز یکشنبه هواداران فتح الله گلن روحانی مسلمان ترکیه هستند که از سال 1999 در تبعید خودخواسته در آمریکا زندگی می‌کنند. نورا شاهسوان، صدای آمریکا.